هفته پیش عرض کردم خدمتون که رئیس سازمان اوقاف که رسماً 1/13 خاک ایران صاحب شده، سید مهدی خاموشی دایی زن میثم خامنه‌ای است، پسر کوچکه رهبر معظم. اگر این خانواده رهبر رو حذف کنید، بستگانشون هم بی قدرت میشن، چون قدرتشون رو از این خانواده میگیرن. شناخت این خانواده و بستگانشان فقط از نظر پرونده حقوقی که در واقع باید دادگاه عادل و آزاد و علنی بهش رسیدگی کنه اهمیت نداره. نه فقط در این حوزه، به ویژه از این نظر مهمه که با شناخت این مافیا میفهمیم که همه قدرت و پول چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران در دست این خانواده است. تمام قدرت و پول ایرانی ها. به قول یکی از دوستان بهش میگفتم که دوست نازنی نیست که میگفتم بهش دوره احمدی نژاد فلان اتفاق افتاد، دوره خاتمی فلان اتفاق افتاد، دوره روحانی فلان شد بهمان شد، که آجا دوره خاتمی روحانی و غیره نداره، همش دوره خامنه ایست. کاملا درسته این. رئیس جمهورا فقط پادوی این خانواده و اون خانوادن و در محور این خانواده، خانواده علی خامنه ایست و رئیس جمهورها در واقع جنسی هم برای ویترین مثلا سیستم پارلمانی جمهوری اسلامی ایران یا برای انتخابات که افتخار میکنن انتخابات و فلان اینها. باری از اول شروع کنیم. علی حسینی خامنه، معروف به علی خامنه ای، 82 ساله، متولد مشهد، پدر و مادر هر دو متولد نجفند، سید جواد حسینی خامنه و خدیجه میردامادی. تو شناسنامه‌ای که سالهای اخیر برای رهبر معظم درست کردن، محل تولد مادر رو زدن مشهد. مادر و پدر هر دو امامزادن و خود سید علی خامنه‌ای هم قطعا امامزاده است ایشون. بانو خدیجه میردامادی تنها فرزند آیت الله سید هاشم نجف آبادی از همسر اول بود. وی در 16 اردیبهشت 1293 در نجف اشرف به دنیا آمد. همراه پدر به ایران مهاجرت کرد و در 20 سالگی به عقد سید جواد خامنه‌ای پدر رهبر معظم در آمد. خدیجه میردامادی در 15 مرداد 1368 بر اثر سکته قلبی درگذشت. آرامگاه او در حرم امام رضا در کنار شویش واقع است. نسبت پدر گرامی مادر رهبر معظم، یعنی بابا بزرگ سید علی آقا، آیت الله میردامادی با 30 واسطه به ابوالحسن محمد دیباج فرزند امام صادق میرسد. پدر رهبر معظم آیت الله سید جواد خامنه ای است که نمیتوان او را مرد سیاست و مبارزه نامید. وی پا به این عرصه نگذاشت و ادعای آن را هم بر زبان نراند. و البته ایشون هم امامزادن، حالا وارد سیاست نشد، خوشش نمیمد اینا. باری نسب آیت الله خامنه ای به حضرت سلطان سید محمد که از سادات و حسینی است و با 4 واسطه فرزند امام سجاد می شود می رسد. آیت الله سید جواد خامنه ای از بانو خدیجه میردامادی 4 پسر و 1 دختر داشته. سید محمد، سید علی رهبر، بدر سادات، سید هادی و سید محمد حسن. 93 سالش بود پدر سید علی آقا خامنه ای که در تیر ماه 65 درگذشت و در به اصطلاح رواق پشت سر مرقد امام رضا دفن شد. ما اجازه بدین از همینجا شروع بکنیم. در واقع این 4 پسر و 1 دختر رو معرفی میکنیم، حالا 1 دختر رو کاری نداریم، بحث دیگری است. همین 4 پسر رو معرفی میکنیم بعد میریم سراغ بقیه. سید علی که الان بهش میگیم رهبر معظم، بچه دومی است. اولی سید محمد خامنه است. سید محمد که بهش میگن آیت الله سید محمد خامنه ای، شجر نومش و خودش ایشون با خط مبارک نوشته که تا قیامت مورد بهره مؤمنان و مؤمنات قرار بگیرد. سید محمد ابن، یعنی خود همین محمد خامنه ای، سید محمد ابن، سید جواد ابن، محمد ابن، محمد تقی ابن، میره همینجوری تا حسین ابن علی ابن ابی طالب. این مرکز اسناد انقلاب اسلامی که این شجره نامه ها رو آرشیو کرده، این اصل و نسب
آدم، حضرت آدم تا 14 معصوم منتشر کرده که همینطور که دارین میبینیم پایین این شجره نامه وصل میشه به خامنه ای، میره تا بالا اونجا خامنه ای. مادر رهبر معظم پیش از درگذشت گفتگویی کردن با رسانه‌ای که به اسم گفتگوی منتشر نشده منتشر شد. گفتند یک بار سید علی آمد گفت خواب دیدم من در مسجد گوهرشاد یک مشغولیتی دارم و کارهایی مانند تزیین دیوارها و کار خیلی مشکلی انجام میدهم. بعد گفتند که پیامبر و حضرت امیر آمدند و نگاه کردند. من سید علی ایستاده بودم و دیدم پیامبر با حضرت امیر وارد شدند و پیامبر خیلی با جلالت بودند و حضرت امیر مانند نوجوانی کنار پیامبر بودند. من هم کنار حضرت امیر رفتم و گفتم یا امیرالمومنین، به حضرت رسول بفرمایید که من از این کار خسته شدم و میخواهم دست بردارم. حضرت امیر هم گفتند یا رسول الله، سید علی میگوید من خسته شدم. پیامبر فرمودند نه خیر، باید مشغول باشد و ادامه بدهد. سید علی می گفت من در خواب یک قوتی گرفتم و بیدار شدم. خب محمد خامنه ای داداش بزرگه رهبر معظم، بچه اول خانواده، در زندگی نامه آیت الله خامنه ای که در وبسایت اختصاصی رهبر جمهوری اسلامی ثبت شده آمده است، رهبر انقلاب از 4 سالگی به همراه برادر بزرگ سید محمد به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را یاد بگیرند. سپس دو برادر را در مدرسه تازه تأسیس دارالتعلیم دیانتی ثبت نام کردند و این دو دوران تحصیل ابتدایی را در آن مدرسه گذراندند. بعد ادامه زندگی نامه مفصل شرح بازداشت‌ها به دست ساواک و همپیمانی‌ها با آیت الله خمینی است که البته هیچ اسمی از برادر بزرگ نیست. هیچ جای دیگه هم شما پیدا نمی‌کنید که اثری از مبارزات سید محمد خامنه‌ای باشد و هیچ جا هم پیدا نمی‌کنید که بهش بگن آیت الله، تا زمان که سید علی میشه رهبر داش کوچکش کوچیک‌ترش. فقط خود سید محمد خامنه‌ای در گفتگو با رسانه‌ها از مبارزاتش خیلی میگه. مثلا سوال: از سابقه مبارزاتی خود در دوران انقلاب برای من بگویید. از چه دوره شروع به فعالیت کردید؟ جواب: خیلی زود شروع کردم، حتی قبل از امام. زمین سازی کردیم و بعد که امام کارش را آغاز کرد من جزو 10 نفر اول بودم. البته این مطالبی که به شما میگویم در هیچ جا هنوز به چاپ نرسیده، اما برای خود من روشن است که ما پای این مبارزات بودیم تا رسیدن به انقلاب. من کسی بودم که قبل از انقلاب گفتم این انقلاب پیروز میشود، در صورتی که هیچ علامتی نبود. پیش بینی معجزه آسایی کرده بود. برادران خامنه ای 4 تا داشتن به ترتیب سن: محمد، علی، هادی و حسن ممدسن. همشون قبل از انقلاب زندان رفتن، کوتاه بلند فلان، غیر از همین بزرگه، همین سید محمد حسینی خامنه ای. خود ایشون میگه زمانی باید یک روحانی وارد سیاست شود که احساس خطر کند. زمانی که 4 تا جوان میتوانند خطر را دفع کنند چه نیازی به حضور من و امثال من است؟ من به هر قیمتی وارد صحنه نمیشوم. هر وقت احساس کنم جوانترها بر زمین افتادن من جلو میام. اینا احتیاج بهش تفسیری نداره، من چی بگم؟ حالا چرا اینا رو میگه؟ برای اینکه همونایی که میرن باش مصاحبه میکنن فلانا بر پول و پلست، قربونتون برم، پولی میده فلان مصاحبه میشه چاپ میشه عکسی زد فلان، باید حضور داشته باشه. محمد خامنه ای، عرض کردم تا خمینی زنده است هیچ کی بازیش نمیده. خودش میگه، حتی میگه در نوفلو شاتو محل اقامت امام خمینی در پاریس یک بار میکروفون را دستم گرفتم و شروع کردم به سخنرانی، اما تا بسم الله را گفتم یکی با عجله آمد میکروفون را از دستم گرفت و گفت قرار نیست هر کی آمد اینجا صحبت کند. این که عرض کردم تو صفحه 386 کتاب خاطرات ایشونه با تیتر در جریان مدرسه رفاه. بعد از انقلاب با پارتی بازی علی خامنه ای می شود نماینده مجلس خبرگان همین آدم، همون دوره خمینی. هاشمی رفسنجانی نوشته در خاطره روز 11 آذر سال 1361 آقای خامنه ای رئیس جمهوری تلفنی از من خواستند برای رفع مشکل آقای محمد خامنه ای که از طرف شورای نگهبان به خاطر نقص مدارک اسمش در خبرگان اعلام نشده کمک کنم، که البته کمکم کرد. خب و پارتی بازی میره مثلا تو مجلس و میگه قانون اساسی تصویب کردیم و از این چیزا تو مجلس خبرگان. خب
این یکی دو مورد رو از این نظر گفتم درباره سدنبد خامنه ای تا برسیم به اینجا که به همچین شخصی که نه قبل از انقلاب حتی یه روز زندان رفته، نه مناسبت و مناسباتی با خمینی و دوروریاش داشته، بعد از مرگ خمینی به رهبر شدن داداش 4 سال از خودش کوچیک‌تر به چه مال و منصبی میرسه، چه رئیس بنیاد ایران شناسی، ایران شناس، اینا ایران شناسن، مدیر مسئول نشریه خردنامه، رئیس بنیاد اسلامی ملا صدرا که خودش یک فعالیت‌های اقتصادی عجیب غریبی داره، یه وبسایت پروپیمونی داره این ملا صدرا که وقتی نگاش میکنیم به نظر میاد کلی کارمند داره و انبوهی فعالیت پژوهشی و انتشاراتی و غیره، اما این فقط ظاهر قضیه است، این ویترینه، جزو نهادهایی است که اولا به ردیف 17 بودجه سالانه دولت به اصطلاح معروفن این نهادها اون تو، یعنی که قبلا ردیف 12 بود مثلا، اینکه خلاصه نهادهای بیکاری که مال این اون آخوند حکومتی ان و از بودجه عمومی از بودجه مردم استفاده میکنن به اسم بودجه محرمانه، بودجه متغیر دولتی و این چیز. از طرف دیگه سید محمد خامنه ای مثل بقیه بنیادهای مشابهی که در اختیار داره مثلا فعالیت اقتصادی هم دارد. یک رو بشنوید تا کلا دستتون بیاد ماجرا چیه. طبقه خیلی محدودی هست در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خب و یه چیزی حدود 25 نفر اونجا کارمند هستن و کار شور و شوقی در کار و هیجان و اینجور مسائل هم نداره، یعنی خروجی خاصی این بنیاد نداره، سالی یکی دو تا همایش خیلی محدود داره که اونها هم باز همایش های مؤثر و جدی نیستن، در واقع پوششی هستند برای فعالیت های اقتصادی بسیار گسترده‌ای که این بنیاد داره انجام میده، خرید و فروش املاک و مستغلات هست، یعنی این کارها رو در گوشه و کنار تهران انجام میدن، بعد کارهای انبارداری بر فرض دارن، یکی از دوستانی که رفته بود یکی از سردخونه های بنیاد رو سردخونه و این مسائل در کرج دیده بودن، تعریف می‌کردن که حدود 3 ساعت فقط بازدید ما از اون بنیاد طول کشید. همینطور کارهای ترانزیت کالا و خدمات انجام میدن که البته آقازاده های ایشون هم تو این کارها حضور فعالی دارن. یعنی همچنان که دیدی نوشته شده بود ایشون قبلا در همین بنیاد های محمد خامنه ای کار میکردن زمانی که در ایران بودن. البته خب یکی از پسرای سید محمد خامنه ای با دختر محسن قرائتی ازدواج کرده، یه دختر دیگه محسن قرائتی زن مجید شایسته است. آقا مجید شایسته 30 سالش نشده بود که احمدی نژاد شهردار تهران بود، با حکم احمدی نژاد شد شهردار منطقه 18 تهران، احمدی نژاد شد رئیس جمهور، با حکم اون مجید شایسته شد مدیر عامل منطقه آزاد کیش، بعدم تا پارسال 10 سال سرپرست فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران بود که هیچی از تنیس باقی نموند. البته پسر دوم سید جواد حسینی خامنه، سید علی است رهبر معظم، و پسر سوم سید جواد هادی خامنه است که سید هادی تنها برادر رهبر که در سیاست داخلی رفت طرف اصلاح طلبا، گرچه مثل همه اصلاح طلبا در اوایل انقلاب از تندروترین ها بود به اصطلاح. آقای یوسفی اشکوری نقل میکنن از اون که در مجلس اول شورای ملی بعد از انقلاب شد مجلس شورای اسلامی با هادی خامنه‌ای هم مجلسی بودند، در برابر مخالفت آقای اشکوری با شکنجه در زندان ها، اون موقع هادی خامنه‌ای از تعزیر در اوین دفاع میکرده و اینن میخونم با افتخار گفت من خودم در اوین تعزیر میکنم. اشکوری افسوده است تازه دانستم که آقای هادی خامنه‌ای خود یکی از شکنجهگران اوین است. سید هادی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی هشت و نش داشته، مدیر مؤسسه فرهنگی حیات نوز که روزنامهش توقیف شد اما مؤسسه بسته نشد. به هر حال آنچه میشود گفت که از نسبت خانوادگی به سید هادی رسیده، نسبت خانوادگی با رهبر معظم همین است که گرچه روزنامه حیات نوز توقیف شد او خیلی به مراکز قدرت نزدیک، گرچه که راش نمیدن در
رأس هرم، اما همچنان از آخوندها با نفوذ در محافل اصلاح طلب حکومتی است. صاحب نوندونی مثل بقیه آخوندها به اسم پژوهشکده تاریخ اسلام که بودجه و بریز به پاش خاص خودش داره. همه آخوندهای درباری در این نظام مقدس همشون یکی دوتا پژوهشکده دارن، نه برای اینکه پژوهش میکنن طبیعتاً، برای اینکه جای میخوان که به اسم اونجا پول به جیب بزنن، فعالیت اقتصادی کنن و بودجه بگیرن. هادی خامنه‌ای آخوند حکومتی است، به تعبیر خود رهبر جمهوری اسلامی، یعنی طرفدار نظام است. حالا از نوع اصلاح طلبش پوست کنده. پسر چهارم سید جواد خامنه‌ای، داداش کوچکی رهبر معظم، سید حسن حسینی خامنه است. تنها عضو مکلای خانواده به اصطلاح، اما می نیست، فوق دیپلم داره. سریع میگم که کجاها منصب دار است. عضو هیئت امنای دانشگاه غیر انتفاعی رسام، رئیس هیئت مدیره سرمایه‌گذاری توسعه عمران سپهر هشتم وابسته به صندوق بازنشستگی و پسانداز کارکنان بانک ملی، عضو هیئت مدیره پتروشیمی شازند وابسته به بانک ملی، رئیس هیئت مدیره سیمان حکمتان وابسته به بنیاد مستضعفان، عضو هیئت مدیره سیمان فیروزکوه، عضو هیئت مدیره بیناس انرژی، عضو هیئت مدیره کارخانجات تولیدی و صنعتی آتمسفور، عضو هیئت امنای ظاهرسرای مهررضا وابسته به بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز و انرژی و پتروشیمی لیسار ماه. مهمترین وظیفه داداش کوچکی رهبر مسئولیت حسابرسی از وزارت نفت بوده است که بیش از 25 سال این کارو ادامه داد، انجام داد. در واقع نماینده رهبر معظم در صنعت نفت و گاز ایران و صادرات و درآمدها و غیره. حسابرس گزارش به آقا داداش بزرگه. زمنان یه کارهای پیش پا افتاده و دم دستی هم داره که یه مقدارش عرض کردم. یکی دیگهش برای مثال عرض کردم، ریاست پتروشیمی لیسار ما با ابوالفضل میرعلی و منوچهر متکی. ابوالفضل میرعلی مال مؤسسه سامان الحجج که مثلا زندانی هم شد، با اموال مردم در مؤسسه سامان الحجج مالتی میلیاردر شدن و اعلام ورشکستگی کردن و دولت 13000 میلیارد تومان از اموال مردم به طلبکاران مؤسسه سامان الحجج داد. منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد بود و میرعلی هم که عرض کردم. باری این سید محمد حسن خامنه ای از طریق پدر عروسش مستقیم در صدا و سیما دست داره. افزون بر اینکه سالها ایشون مسئول بازبینی و ممیزی فیلم ها بودند تا خود همین داشت کوچک خامنه ای، گل پسر سید محمد حسن خامنه ای با دختر خانم حسین محمدی ازدواج کرده. حسین محمدی از آدمای بیت رهبر معظم، مسئول نظارت بر صدا و سیما از طرف بیت، یعنی در واقع رئیس پشت پرده صدا و سیما، به ویژه گزارش‌های 23 رو مستقیما خود ایشون کنترل می‌کنه. کرونا گرفته میگن و این روزا بستری است. حالا قبل از اینکه به برادرای زن رهبر معظم بپردازم، یه اشاره بکنم به پسرخاله رهبر که ببینین دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور از یک طرف و سلطه بر شرکت‌های ساختمانی بنیاد شهید و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور چجوری توی رابطه خانوادگی با رهبر به هم گره خورده. پسرخاله سید علی خامنه‌ای حامد واعظ‌زاده خراسانی است، پسر فاطمه میردامادی خاله رهبر، عضو هیئت مدیره چند تا شرکت ساختمانی بنیاد شهید، رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد ارفع و معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت نفت پاسارگاد. شرکت نفت پاسارگاد در سال 1382 با هدف اداره و بهره برداری از 6 واحد قیرسازی پالایشگاه‌های تهران، شازند، عراق، آبادان، تبریز، شیراز و بندرعباس تأسیس شد و سقف تولید سالانه این واحدها بالغ بر 4 میلیون تن در سال است. این شرکت بیش از نیمی از سهم بازار داخلی را در اختیار دارد و همچنین با داشتن 2 پایانه صادراتی و قابلیت ذخیره‌سازی بیش از 160 هزار تن از بازار صادراتی غیر ایران را هم در اختیار دارد. توزیع جغرافیایی مناسب و استراتژیک 6 کارخانه یعنی تو بنادر، امکان صدور محصولات شرکت را از مرزهای مختلف کشور ممکن ساخته است. این فقط یک نمونه است که می‌بینین تحریم‌ها، تحریم همین شرکت نفت پاسارگاد چقدر برای خانواده رهبر معظم هزینه فقط مالی داره.
به مردم که چیزی نمیرسه که، یا چیزی ازشون گرفته نمیشه که. همه چیزایی که گرفته میشه همین حکومته داره میگیره. اینه. حاج حامد پسرخاله رهبر سرهنگ پاسداره و داماد جعفر منتظری دادستان کل کشور. ببینید چجوری دستگاه قضایی وصل میشه به مافیای اقتصادی. اینا همه جا هستن، از جمله تو فوتبال. همین سرهنگ سپاه پسرخاله عضو هیئت مدیره پدیده مشهد هم بود زمانی که پرویز مظلومی سرمربی پدیده بود. داداشش یعنی پسرخاله دیگه رهبر معظم صادق واعظ‌زاده ببخشید سال 89 موقع حمله به خونه کروبی سردسته اوباش بود و مثلا فرمانده حمله، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. این پسرخاله بابای اینا یعنی شوهرخاله رهبر محمد واعظ‌زاده خراسانی بود که سال 95 مرد. اونم یک دوجین منصب نون آبدار داشت. اولین رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب بود، عضو هیئت امنای دانشگاه علوم اسلامی رضوی وابسته به سازمان آستان قدس بود، عضو هیئت مدیره بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی بود، مدیر مجله استان خراسان رضوی بود و همون به اسم نمیدونم مجله آستان احتمالا در میاد و خلاصه هر کی متولی آستان بود هوای نوندونی شوهرخاله رهبر معظم رو میبایستی میداشت و داشت. و اما برادرای زن رهبر معظم، ایشون همسرشونن منصوره خجسته باقرزاده، بهش میگن همسر مکرمه مقام معظم رهبری. سه تا داداش داره. حسن خجسته باقرزاده برادر زن اول، معاون رئیس سازمان صدا و سیما در امور صدا، 9 دوره رئیس جشنواره بین المللی رادیو بوده، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU، بعد در با محسن چین فروشان سال 2007، محسن چین فروشان با جناق میثم خامنه است، اینا توی جشنواره بین المللی بودن. در این 9 سال معاون نظارت برنامه ریزی صدا و سیماست. انحصار واردات شرکت سونی دست همین برادرزن رهبر معظم حاج حسن آقا و حق دلالی کمیسیون های خرید لوازم صوتی و تصویری صدا و سیما دست اوست انحصاراً. حسن خجسته باقرزاده عضو هیئت امنای بنیاد سینمای فارابی است، اهل سینما بهتر میشناسن دیگه. گلپسرش خیلی مهمه، کمیل خجسته باقرزاده، مؤسس فرهنگ هنری تبیان نور، مؤسس پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، دو وبسایت رهبر معظم leader.ir و khamenei.ir رو ایشون اداره میکنه. همین کمیل خجسته جدای از 30 میلیارد تومان برای سایت خامنه‌ای سالانه 3 میلیارد تومان هم برای مؤسسه تبیان دریافت می‌کند. همه اینها به واسطه پدرش حسن خجسته باقرزاده است که برادرزن خامنه‌ای است. یه داداش دیگه همسر رهبر معظم حاج جواد خجسته باقرزاده است، قاچاقچی تلفن همراه و وسایل صوتی تصویری. اینا رو بی خود نمیگم. ببینید سال 73 دادگاه به اصطلاح برج سازان برگزار شد که متهمای اصلیش داوود و حسن افراشته پور بودن. برادران افراشته از خانزادهای هاشمی رفسنجانی هستند. مدتی هم به دلیل همین زدوبندهای اقتصادی و مالی افتادن زندان که حالا داستان مفصل است. میرن زندان میان بیرون. جلسه پنجم دادگاهی که 9 جلسه طول کشید محسنی اژه‌ای قاضیش بود که بتونه جمعش کنه و کرد. داوود افراشته میگوید اکبر خوشکوش این متن رونوشت دادگاه رو براتون میخونم. داوود افراشته کجاست؟ در جلسه بله. داوود افراشته میگوید اکبر خوشکوش عضو تیم ضربت وزارت اطلاعات یک روز به من مراجعه کرد و گفت میخوام موبایل وارد کنم. من بهش چک دادم. من البته خط مخابرات نمیگرفتم. اون قرارداد بین شرکت مخابرات و شرکت فران بود. شرکت فران یکی از شرکت‌های پوششی وزارت اطلاعات. یعنی من فقط واسطه فروش جنس قاچاق بودم. گوشی را به من می‌دادند و فتوکپی شناسنامه می‌گرفتند و بعد به نام زده و به آدرس خریدار قبض صادر می‌شد بدون حتی یک بار مراجعه به شرکت مخابرات.
خوشگوش همینطور به چندین نفر تلفن فروخت و من فقط از طریق دبی و توسط آقای خجسته گوشی موبایل خریداری کردم و از طریق هواپیمایی به تهران انتقال میدادم. بدون مشکل انتقال پول و گمرک و مخابرات گوشی موبایل قاچاق وارد میکنه. حاج جواد خجسته باقرزاده، یکی از برادرزنهای رهبر معظم، تو اون دادگاه البته دیگه اسم، یعنی اوست که از طریق اوست که داوود افراشته از طریق برادرزن رهبری که گوشی موبایل قاچاق وارد میکنه، هواپیمون از دبی گمرک و فلان اینا وجود نداره. در دبی هم که دستشون خیلی بازه، نه فقط اینا، محمدی گلپایگانی ببین چند تا هتل تو دبی داره بپرس، دبی زیاد میرن ایرونیا، از اونجا پول داره دبی بپرسن آکدوم یکی این هتل و فلان اینا، ولی محمدی گلپایگانی و پسرش حالا میرسه. خب هیچ وقت اون دادگاه دیگه نه اسم اکبر خوشگوش به عنوان متهم اومد، نه اسم جواد خجسته باقرزاده برادرزن رهبر، رژه جمعش کرد. خب یک برادر دیگر زن رهبر معظم که محمد خجسته باقرزاده است که بهش میگن مخ اقتصادی اسلامی این برادران، چند تا شرکت مصادره ای خرید، یعنی از اول با نقشه اومد جلو با قیمت زیر حداقل شرکت های مصادره رو خرید، البته نه با پول خودش، با تسهیلات بانکی، کلی کارخونه کنسرو سازی و مربا سازی رو صاحب شده، شرکت کنسرو و مربا و روب اوسانا، شرکت کنسرو و مربا و روب نوبهاران، شرکت فتانه کنسرو و مربا و روب فتانه. این حاج محمد برادرزن رهبر عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هلال احمر و شرکت های تابعش البته. بعد گل پسراش مسعود و سعید و وحید خجسته باقرزاده کارخونه تایماز رو صاحب شدن، اسم تجاری گذاشتن، براش گذاشتن نوبهارون. تایماز شما میتونین سرچ کوچیکم بکنین توی گوگل، دستون میاد تایماز شده شرکت پیشگامان صنعت تایماز، یعنی یک هولدینگ و یک کارتل بزرگ. در حال حاضر شرکت تایماز با داشتن پرسنل حرفه‌ای و مجرب در حوزه فروش تجهیزات و ارائه خدمات به بخش‌های مختلف شامل بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مجتمع‌های رفاهی، هتل‌ها، اردوگاه‌ها، زندان‌ها و کارخانه‌های مواد غذایی و محصولات بهداشتی فعالیت می‌کند. جای دیگه هم گذاشتن مگه اینو؟ من قبل از اینکه به لایه‌های دیگر این مافیای خانوادگی حاکم بر کشور پهناور 85 میلیونی ایران، میلیون نفری ایران بپردازم، بزنین تا فرصت داریم، بله تا فرصت داریم به فرزندان رهبر معظم برسیم که از بقیه شاید مهمتر باشن، بعدن اگر فرصت شد به درجه دو هم میرسیم. ببینید حضرت آقا به فرزندان خود فرمودن چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید، چون کاملا منعشون کردن، اگر قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید به مسئولان ثبت احوال میگویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند. رهبر معظم انقلاب این شرط را برای کسانی که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار میگیرند نیز لازم دانستند. خب که اون حلقه اولیه رو دیدیم دیگه. فرزندان رهبر معظم هیچ کدوم و مستقیم هیچ کدومشون به نام صاحب سرمایه و کالای اقتصادی نیستن، در پوشش فعالیت‌های مثلا فرهنگی کارشون رو پیش ببرن. مثال سید مصطفی حسینی خامنه‌ای عضو هیئت مؤسس دفتر نشر فرهنگ اسلامی است. فقط یک نمونه بگم و بگذاریم. زمینی به مساحت 16000 متر مربع در سوهانک تجریش که به عنوان وقف، یعنی مفت و مجانی و غیر قابل فروش البته چون وقف، در اختیار دفتر نشر فرهنگ اسلامی گلپسر بزرگ رهبر معظم بود و دو تا گلپسرهای دیگه هم البته عضو هیئت مدیران که میگم، این به تعاونی مسکن مجلس گویا فروخته میشه، بله، و تیر ماه 91 اعلام می شود که 450 واحد مسکونی در قالب چند برج در این زمین 16000 متر مربعی ساخته بشود. چقدر فروخته شد من نمیدونم، فقط اینو میدونم که نیروی انتظامی که در همسایگی این زمین قرار دارد پیشنهاد کرده بود تا به قیمتی بالاتر آن را خریداری کند. تمایل دفتر نشر فرهنگ اسلامی این بود که زمین به نیروی انتظامی که قیمت بالاتری نیز برای زمین پرداخت می‌کرد واگذار شود. اینا رو مسئول اون دبیرخانه همون فرهنگ نشر اسلامی اینا میگه.
اما نهایتاً به تعاونی مسکن مجلس فروخته شد، تغییر کاربری داده شد، کلی درخت کهن در این منطقه نابود شد و این موقوفه کاملاً در اختیار ساخت و ساز قرار گرفت. نفر 45 میلیون تومان به اونان پیش پرداخت از هر متقاضی مسکن در این برج ها گرفتن، یک آجر هم بهشون ندادن به بهانه دعوا سر شرعی بودن یا شرعی نبودن ساخت و ساز در زمینی که اصلش وقف بوده است. پولش گرفتن از مردم، گود برداری کردن، کلی درخت رو قطع کردن. این وسط کلی آدم به اسم پیمانکار و پروژه دار نور، پروژه نور جیباشون انباشتن. اون وقت اینا دارن سر اصل شرعی است یا شرعی نیست این زمین مثلا بحث میکنن. نتا یکی از خردکاری های سید مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگی رهبر معظمه، بین گل پسرای رهبر سید مصطفی تو کره اقتصادی با شوهر خواهر بزرگش شوهر بشرا خامنه‌ای نزدیکه، با جواد محمدی گلپایگانی و با او کار میکنه، کاری که بیشتر زمینه امنیتی داره. البته نمونش هواپیمای نمیدونم این خبر چقدر پخش شد، هواپیمای 100 میلیون دلاری سلطان برونی که میخواستن برای خامنه‌ای بخرن، هواپیمای تشریفاتیه. این معامله که در سال 2001 برای خریداری هواپیمای تشریفاتی سلطان برونی برای آشیانه ایران صورت گرفته بود، به رغم پرداخت حدود 100 میلیون دلار از سوی وزارت دفاع همچنان بدون نتیجه باقی مانده و هواپیما تحویل ایران داده نشد. با صدور حکم دادگاه عالی انگلیس مبنی بر رد شکایت وزارت دفاع ایران، سرنوشت بیش از 100 میلیون دلار از اموال جمهوری اسلامی همچنان در ابهام قرار دارد. واسطه طرف ایرانی معامله شرکت صافات وابسته به مؤسسه احرار است. ببینید پای وزارت دفاع رو کشیدن وسط تا یکی دوتا از افسراشو بابت این دزدی کلان زندانی بکنه که کردن یک نفر رو که حالا بماند، ولی در واقع دزدی کلان رو دوتا از آدم های حلقه اول و دوم رهبر معظم انجام دادن با همدستی سپاه. مؤسسه احرار به عنوان مادر صافات که دلال ماجرا بوده 100 میلیون دلار با یک قاچاقچی قبرسی بالا کشیده، مال سپاه این مؤسسه. شرکت خدمات هوایی صافات سهامی خاص هم هست، متعلق به مؤسسه مرکزی شرکت های احرار است که در سال 74 تحت شماره فلان تأسیس شد و دو فروند هواپیما آنتونوف 26 که در زمینه باروری ابرها با وزارت نیرو همکاری داشته و حالا مستهلک شده اند متعلق به این شرکت است. این شرکت هم دارای مجوز کارگوست، هم مجوز باروری ابرها که از هواپیمایی کشوری گرفته و مرکز فعالیت آن در استان یزد است. بخش عمده سهامداران این مؤسسه فرماندهان و شاغلین سپاه هستند. مؤسسه احرار یکی از بزرگترین مالکان زمین مستغلات در ایران است و دارایی‌های فراوانی دارد که فقط بخشی از آن شرکت هواپیمایی صافات است. شرکت صافات هواپیما براش بازیه و پوشش. مؤسسه عظیمی است که در تولید سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم متمرکزه در یزد. و این صافات و احرار دو لایه سپاهی و اقتصادی دارن. لایه اقتصادیشون دست جواد محمدی گلپایگانی است که از نزدیک با مصطفی خامنه‌ای کار میکنه. کارسازان و سرمایه گذاری که در ایران و دبی در دستگم 20-25 سال گذشته کار کردن یا خواستن کار کنن، عرض کردم قطعا در یکی از ایستگاه ها با جواد محمدی و گلپایگانی ملاقات داشتند، یعنی در حقیقت با بیت و مشخصا با مصطفی خامنه‌ای. اینو با اطلاع عرض میکنم خدمتتون، به بیان رهبر معظم فرمودم اینو با اطلاع عرض میکنم، ولی واقعا با اطلاع عرض میکنم خدمتتون. مام جواد محمدی گلپایگانی گلپسر غلام حسین محمدی گلپایگانی است که معروف است به محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم. غلام حسین خان معروف به حاج محمد گلپایگانی دهه 60 مشاور دفتر خمینی در نیروی هوایی ارتش بود. جواد گلپسرش دختر عزیز الله خوشوقت رو گرفت. آیت الله عزیز الله خوشوقت متولد باکو آذربایجان که در مکه سال 91 مرد، 1391، از فتوا دهندگان قطعهای سیاسی بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام داد. بارها درباره صحبت کردیم، از جمله قطعهای زنجیره فروهرها و سعیدی سیرجانی و اعضای کانون نویسندگان ایران در پاییز 77. محمد حسین خوشوقت پسر آیت الله خوشوقت مسئول وبسایت فراروس، یک وبسایت خبری داخل ایران به سبک و سیاق وبسایت‌های خبری جمهوری اسلامی، حالا گیرم اصلاح طلبش مثلا. باری
من اینا رو دارم میگم تون تون که به شاخه های در واقع این عنکبوت مافیای حاکم بر ایران در همه حوزه ها تا اونجایی که فرصت داریم بپردازیم. خب مشتبه خامنه ای سیاسی ترین گل پسر خامنه ایست، اگر اونا در حوزه اقتصادی بیشتر، این در حوزه سیاسی. در دو حادثه مهم در چند سال اخیر نقش مدیریتیش از پرده برون افتاد، هرچی هم انکار کردن نشد. یک، بعد از انتخابات 88 و نامه کروبی به خامنه ای که مفصلتر اون نامه رو در سال 96 هم برای خامنه ای فرستاد، و یکی دیگه در دادگاه سعید مرتضوی درباره جنایت کهریزک بود. اجازه بدین بخش کوچکی از نامه کروبی به خامنه ای رو که به مشتبه خامنه ای مربوط میشه بخونم. خطاب کرده از آیت الله خامنه ای، آقای کروبی نوشته: در انتخابات ریاست جمهوری 84 سپاه و بسیج به محوریت فرزند شما آقا سید مشتبه به نفع یکی از نامزدها ورود کردند، یعنی احمدی نژاد، و در نتیجه تخلف و تقلب آنان در سه استان اصفهان، تهران و قم، فرد مورد نظر با حرکت کودتاگرانه شورای نگهبان با آنکه این جانب در 11 استان کشور اول بودند به مرحله دوم فرستاده شدند. در نامه مورخ 29 خرداد 84 به شما یادآور شدم که یکی از بزرگان به جناب عالی گفتند که آقازاده حضرت عالی از فلان شخص حمایت میکنند، یعنی از احمدی نژاد، و شما فرموده اید ایشان آقاست نه آقازاده. آقازاده من از خودش میدونه چکار کنم. این جانب از سر اخلاص، احترام و دلسوزی از جناب عالی خواستم جلوی دخالت این آقازاده مشتبه رو بگیرید که نگرفتید، و 88 دیدید جریان کودتای انتخاباتی چه بلایی بر سر نظام و انقلاب آورد. و اما درباره دخالتش در ماجراهای کهریزک که میگم از پرده برون افتاد، دخالت‌ها و مدیریت‌هاش در این ماجراهای بسیار فراوان است. میگم این دو نمونه رو صریح چون از خودشون در اومده است عرض میکنم خدمتتون. صدای ضبط شده مشتبه خامنه‌ای توسط سعید مرتضوی علت برگزاری غیرعلنی دادگاه کهریزک. صبح روز سه‌شنبه 8 اسفند 91 اولین دادگاه رسیدگی به جنایات قاضی سعید مرتضوی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. به گزارش سهام نیوز در این راستا یک منبع آگاه نزدیک به دولت گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه خود با مشتبه خامنه‌ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار دادگاه پخش کند. در این منبع آگاه در خصوص محتوای این نوار مکالمه گفته که در این نوار ضبط شده سعید مرتضوی در روزهای 18 تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان 18 تیر که به کهریزک منتقل شده بودند از آقا مشتبه تعیین تکلیف کرده است. صبح امروز دقایق قبل از آغاز دادگاه، علارغم این که قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود، اعلام شد که این دادگاه غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار خواهد شد. یه روز قبل از دادگاه باری بارها گفته بود سعید مرتضوی که اگه بخواین منو محاکمه کنین من همتون رو میکشم پایین. خیلی هاشون هم این حرف رو میزنن و در چارچوب اون مافیایی که، یعنی خیلی زرنگن که این حرف رو میزنن. مافیا به راحتی حذف میکنن آدماشو هر وقت تاریخ مصرفشون تموم میشه. بگذاریم. یک فرزند دیگر رهبر معظم سید مسعود حسینی خامنه ایست، پسر سوم رهبر، حلقه پیوند خانواده خامنه ای است با خانواده خاتمی. مسعود خامنه ای با سوسن خانم دختر محسن خرازی ازدواج کرده. محسن خرازی برادر کمال خرازی، عموی صادق خرازی. پسر صادق خرازی با دختر ممرضا خاتمی ازدواج کرده، با برادرزاده محمد خاتمی. یعنی خانواده خرازی دختر دادن به خانواده رهبر معظم، یه پسر دادن به خانواده خاتمی. ضمناً مسعود خامنه‌ای مثل برادر کوچکش میثم و مثل برادر بزرگ مصطفی هر سه، قبلا اشاره کردم، عضو هیئت مؤسس دفتر نشر اسلامیان که ماجرای فروش 16000 متر مربع زمین سوهانک که مثلا وقف دفتر نشر اسلامی بود براتون عرض کردم. از امکانات خانوادگی درجه 1 و 2 سید مسعود خامنه ای اشاره وار بگم و بگذرم. برادرای زن مسعود خامنه ای، یعنی برادرای سوسن خانم، صادق و محمد باقر خرازی. محمد باقر خرازی
چندین مؤسسه امامانه و حزب اللهانه و اجتهادیه داره که دخل و خرج بی حسابشون غیر قابل تصوره دیگه. نظام اسلامی است اینا. 27 مدرسه به اسم مجموعه مدارس امام هادی در سراسر کشور داره، مدرسه ای داره به اسم اجتهادیه محسنیه، مؤسسه فرهنگ هنری امام حسن عسکری، دبیرکلی حزب الله ایران که نشریه هم به همین اسم دارد، صادق خرازی که همه میدونن مشهور است به عتیق فروش آچار فرانسه اصلاح طلب و مثلا اعتدالیون، هرچند خیلی تحویلش نمیگیرن در عالم دستبندی های سیاسی امروز جمهوری اسلامی. ایشون الان داره ماست عتیق جاتش میخوره در سایه پیوند خواهرش با مسعود خامنه ای میگرده. بعض وقتا هم روزنامه ها میرن در دفتر مجلل شاخونش و اینا، گرچه مثلا وبگاه دیپلماسی ایران دستشه، مؤسسه حزب ندای ایرانیان که عملا وجود نداره این حزب. اینها البته ساختار اون دسته به اصطلاح نیویورکی ها رو با عموش همین صادق خرازی، با عموش کمال خرازی و بعد با ظریف و اینها قبلا در برنامه گفتم که اون در اونجا گذاشتن و راه به اصطلاح رابطه با آمریکا رو سعی کردن اینها هموار بکنن. باری کمال خرازی عموی مسعود خامنه ای که به عبوسترین وزیر خارجه جمهوری اسلامی مشهوره، در دوره محمد خاتمی به امر رهبر شد وزیر خارجه، حالا به امر رهبر رئیس شورای راهبردی سیاست خارجه جمهوری اسلامی است، یعنی مشاور سیاست خارجی رهبر نظام مقدس. اینجوری قدرت سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج ایران در یک روابط خانوادگی و نشست و برخاستای خانوادگی شکل میگیره و هدایت و برنامه‌ریزی میشه. درباره میثم پسر کوچکی رهبر معظم هفته پیش اشاره کردم که بذارین یک مقدار دقیق‌تر عرض بکنم. این روابط مافیایی این خانواده را از طریق میثم خامنه‌ای، گفتم بهتون که رئیس اوقاف سید مهدی خاموشی دایی زن سید میثم خامنه‌ای است. مادر زن میثم خامنه‌ای که مادر رئیس اوقاف مملکت هم میشه عزت خاموشی بود که عرض کردم کرونا گرفت مرد. پدر زن میثم خامنه‌ای محمود لولاچیان است. خانواده لولاچیان و خاموشی دو خرده مافیای بازار و پتروشیمی و بازرگانی خارجی هستند که با مؤتلفه پیوند قدیمی دارند. یعنی میثم خامنه‌ای از طریق زنش محل اتصال منافع این دو خرده مافیا در قدرت سیاسی و اقتصادی ایران. سید مهدی خاموشی یکی از برادران خاموشی است که در واقع زیر سایه پدرشون تقی خاموشی اینا گنده شدن. تقی خاموشی بنیانگذار مؤتلفه بود، سال 85 مرد. اینا قبل از انقلاب با انجمن ضد بهائیت هش و نش داشتن، برای خمینی در عراق پول میفرستادن، اعلامیه‌های خمینی رو تو بازار پخش میکردن. اینا در این حال روابط خوبی هم با اتاق بازرگانی دوره شاه داشتن. علی نقی خاموشی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران که صاحب سهام انبوهی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت نخل بارانی پردیس، شرکت انرژی گستر جم، شرکت فراساحل ایران، پتروشیمی کارون، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی تخت جمشید، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی ایلام و فسا، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی لردگان و گچساران، پتروشیمی صدف عسلویه، پتروشیمی داراب، شرکت پارس پرند دیبا، کالا بازار ایرانیان، حمل و نقل پتروشیمی. ببینید پتروشیمی ایران رو کاملا آقای علی نقی خاموشی در دست خودش، در قبضه دارد. 27 سال هم ایشون عضو شورای ملی و اعتباری بانک مرکزی ایران بوده است. 15 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دستور مستقیم امام خمینی به شورای انقلاب بنیاد مستضعفان به سرپرستی علی نقی خاموشی تأسیس شد. میشه رئیس بنیاد مستضعفان، این آدم با این دم به این کلفتی میشه رئیس بنیاد مستضعفان. تا به اموال مصادره شده شاه و خانواده و وابستگان و اطرافیانش و همچنین کارخانه داران و صاحبان سرمایه و بازرگانان مطرح ایران که بالغ بر 800 شرکت میشد سامان داد. یعنی جای درستی گذاشته بودش خمینی. سرمایه‌های اولیه دست کم اغلب این آدم همش مصادره ای بوده، یعنی این خانواده خاموشی خودشون دو کلوف بودن دیگه، اینجا افتادن روی خان نعمت مردم بدبخت و آواره شده ها. ابوالحسن خاموشی داداش
صاحب همه شرکت های پتروشیمی ایران، یکی دیگه از دایی های زن میثم خامنه است. چه کسی است که نداند در سالهای اخیر او از مؤثرترین افراد بر نفت و گاز کشور بوده، چرا که هم قائم مقام شرکت پتروپارس بوده، هم مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، هم در حال حاضر قائم مقام شرکت نفت و گاز پارس است. به نظر میرسد ابوالحسن و علی نقی خاموشی را باید در زمره اصلی ترین افراد کشور در حوزه نفت و گاز به شمار آورد. وزارت نفت کیلو چند؟ شرکت نفت کیلو چند؟ داش کوچکه رهبر بازه شرکت نفت و وزارت نفت و ایناست. اینا هم که دایه زن رهبر، دایه زن میثم هم که خونجان دیگه دیگه. وقتی در نظر داشته باشین که محمد حسن حسینی خامنه برادر کوچکه رهبر معظم بازه شرکت نفته، عضو هیئت مدیره شرکت های پتروشیمی است، وقت میشه فهمید که صنایع نفتی و پتروشیمی ایران دست چه کسانی است و چه کسانی با تحریم این صنایع مخالفند. باری پدرزن میثم خامنه‌ای محمود لولاچیان است. محمود لولاچیان مثل خاموشی بازاری و عضو مؤتلفه است. دهه 60 میدانید که زندان‌های ایران به ویژه این دست مؤتلفه بود. خود لاجوردی از سران مؤتلفه بود. حاج محمود لولاچیان همه کاره زندان و شکنجهگاه اوین بود در دهه 60. دارایی‌ها و امکانات پدرزن میثم خامنه‌ای رو فقط اشاره بار عرض می‌کنم. همین آدم لولاچیان اون شکنجگر رو بنیاد فرهنگی ارشاد امام صادق. زیر مجموعه این بنیاد فرهنگی چی هم؟ هتل صادقیه در مشهد و قم، هتل صابر مشهد، شرکت تجارتی دیزل الکتریک، نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش بوش آلمان، عضو هیئت مدیره بنیاد بین المللی قدیر است که خودش یک کارتل عظیم اقتصادی زیر نظر رهبر معظم. یکی از برادرای زن میثم خامنه ای، لولاچیان، در واقع خاموشی لولاچیان، این دو سر خانواده که پدر خاموشی و مادر لولاچیانه، مادر خاموشی پدر لولاچیانه، ببخشید، زن میثم. خب یکی از برادرای زن میثم علیرضا لولاچیانه، یه برند مثلا فرهنگی به اسم سپهر ایرانی درست کرد، داد به سازمان تبلیغات اسلامی، رهبر شد مدیر عامل مؤسسه فرهنگی تسنیم نور، مجری طرح ملی سپهر ایرانی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی. همین ویترینو به حالا ببین چیکار میکنه با این اسم. مجتمع های فرهنگی و رفاهی دستشه. تو مؤسسه تسنیم نور با کیا هم شریک، با شوهر خواهرش میثم خامنه ای و با برادر زن مجتبی خامنه ای فریدالدین حداد عادل. میثم خامنه ای و فریدالدین حداد عادل و علی رضا لولاچیان عضو هیئت مدیره مؤسسه تسنیم نورند. چیکار میکنید؟ پایگاه وابسته به این تشکیلات عبارتند است: اردوگاه نور کرج، اردوگاه مجموعه رفاهی نور نشتارود، اردوگاه نور سیسخت، اردوگاه نور فیروزکو، مجتمع رفاهی نور گلستان مشهد، مجتمع فرهنگی خامنه‌ای شهرستان نجف آباد استان اصفهان، مجتمع فرهنگی خامنه‌ای شهرستان قهدریجان استان اصفهان. نمیدونم فرصت داری من درباره دو دختر خامنه‌ای بگم. خب درباره دو دختر خامنه‌ای، بشرا بزرگتر عروس محمدی گلپایگانی است، همسر جواد محمدی گلپایگانی، اشاره کوچیکی کردم قبلا. وحید حقانیان و برادرش سعید، البته وحید حقانیان معاون اجرایی بیت آقای امام خامنه ای، از وابستگان همسر محمدی گلپایگان است. روابط خانوادگی سببی و نسبی مربوط به بشرا خامنه ای، دختر بزرگه رهبر، یک مافیای امنیتی و اقتصادی تو در تو رو به وجود آورده که وقتی سال 97 پدر وحید حقانیان مرد، تو مجلس ختم مردونش از گلپسرهای رهبر معظم دارین میبینین تا حسین فریدون برادر زندانی رئیس جمهور گرفته، تا سرداران سپاه، وزرای دولت، مدیران بانک ها، رفسنجانی چی ها، همه تو هم میلولیدن. دختر دیگه هدا حسین، هدا از سادات حسینی خامنه‌ای، هدا خانم دختر کوچکه خامنه‌ای، همسر مصباح الهدا باقری است، فرزند محمد باقری باقری کنی، عضو مجلس خبرگان رهبری.
برادر بزرگتر محمد رضا مهدوی کنی که مرد، برادر شوهر هدی خامنه ای علی باقری است. علی باقری معاون سعید جلیلی بود در شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای. ببینین، من قطعا فقط بخشی از این مافیا رو براتون گفتم، در واقع تیتروار، و این برنامه بیشتر به درد آرشیف میخوره و کسانی که دنبال در واقع آرشیف کردن این اطلاعات هستن. این مافیای قدرت و ثروت که در مرکزش خانواده 8 نفری علی خامنه ایست، اصولگرا و اصلاح طلب رو به کار گرفته و چنان که گزارش کردم منافع هر کدوم رو بنا به میزان دوری و نزدیکی با این خانواده تأمین میکنه. این اصلا کار ولی فقیه. این خانواده منافع اینا رو تأمین میکنه، اینا هم حفظش میکنن، چون ضربه به این خانواده یعنی ضربه به منافع این مافیا که بر سرنوشت 85-6 میلیون ایرانی حاکم است. همونطور که امام امت سلام الله علیه فرمودن، در نقشه خداوند تبارک تعالی حتی از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی ایران دیده شده. این خیلی مهمه که امام میفرماید که دو تا نکته مهم داره. یکی که معنای این که پیغمبر در مکه متولد میشه اما حوادثش در ایران هست، به خصوص شکسته شدن 14 کنگره کاخ کسرا، این هست که 14 قرن بعد از تولد این پیغمبر در ایران بساط ستمشایی برچیده میشه، بساط ظلم برچیده میشه. قرن 14 قرن بسیار مهمی هستش در مسئله آینده و آینده پژوهی در نگاه معارف اسلامی. و نکته دوم که امام فرمودن هستش که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌رسید، حضرت زهرا به خاطر اون اسمش محدث است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم می‌کرد و میگفت ایرانی‌ها خواهند اومد. شب و روزگار خوش.